سرخط خبرها. پومپئو ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان دانست. ظریف میگوید آمریکا از سیاست فشار حداکثری به سمت دروغ حداکثری پیش رفته. فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگوید ایران به دنبال جنگ با آمریکا نیست. پهپاد آمریکایی هم به صورت آتش به اختیار سرنگون شد. بعد از 6 ماه صلیب سرخ میگوید فعالیت‌هایش را در افغانستان از سر می‌گیرد. و تلاش چین برای تولید برق زباله‌هایی که چراغ‌های خانه‌ها را روشن می‌کند. سلام و عصر بخیر. اتحادیه اروپا در پی حمله به تأسیسات نفتی عربستان خواهان حداکثر خویشتنداری شده و گفته این حمله تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه را بی‌حاصل کرده. امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران آمریکا را متهم کرد که بعد از شکست در فشار حداکثری سیاست دروغ حداکثری را پیش گرفته. پاسخی به مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که گفته ایران پشت حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی بوده. شورشیان حوثی مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند و عربستان گفته است که ظرفیت تولید نفتش با 5 میلیون بشکه کاهش در روز به نصف رسیده. بهرنگ تاجدین و جزئیات بیشتر. جمعه تصاویر ماهواره‌ای تنها یک بیابان را نشان می‌داد، ولی شنبه دود سوختن تأسیسات نفتی عربستان را میشد از آسمان هم دید. دودی که یک شنبه کمتر شده ولی هنوز ادامه دارد. دود حمله ها ممکن است به چشم خیلی ها برود. سعودی ها که نیمی از ظرفیت تولید نفتشان کم شده، مشتریان نفت و فراورده های نفتی که ممکن است شاهد جهش قیمت باشند، شبه نظامیان حوثی یمن که میگویند حمله کار پهپادهای آنها بوده، و شاید ایران، کشوری که وزیر خارجه آمریکا انگشت اتهام را به سمت آن نشانه رفته. مایک پومپئو گفته تهران پشت 100 حمله به عربستان سعودی بوده، در شرایطی که روحانی و ظریف وانمود میکنند مشغول دیپلماسی هستند. در میانه درخواست ها برای کم کردن تنش ها ایران حمله بی سابقه به منابع انرژی دنیا ترتیب داده. هیچ شواهدی وجود ندارد که منبع حمله ها یمن بوده. این در حالی است که اندکی پس از حمله ها سخنگوی حوثی ها در صنعا گفت این گروه با 10 پهپاد به تأسیسات شرکت نفت آرامکوی عربستان در بقیق و خوریس حمله کرده بوده. ایران میگوید اتهام دست داشتنش در این حادثه دروغ است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته چنین اتهام زنی ها و اظهار نظرهای کور و بی حاصل در چارچوب دیپلماتیک غیر قابل درک و بی معنی است. این گونه اقدامات بیشتر شبیه برنامه‌ریزی سازمان‌های اطلاعاتی برای تخریب وجهه کشوری به منظور زمینه‌سازی برای اقداماتی در آینده است. آمریکایی‌ها سیاستی به نام فشار حداکثری در پیش گرفتند که ظاهراً به دلیل ناکامی‌ها به سمت دروغ حداکثری گرایش پیدا کرده است. در همین حال عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از آنچه شبیه به بقایای یک موشک کروز است منتشر شده. بقایایی که بعضی ها میگویند شبیه موشک کروز قدس 1 است که همین 2 ماه پیش حوثی ها از آن رونمایی کردند. موشکی که ظاهرا شبیه موشک سومار ایران است. ولی فارغ از آن که حمله کار که بوده و با چه وسیله ای، ظرفیت تولید عربستان حدود 5,700,000 بشکه در روز کم شده، معادل نیمی از تولید روزانه این کشور. ایران تنها کشور دنیاست که به خاطر تحریم‌های آمریکا که امکان فروش در بازار جهانی را ازشون گرفته، ظرفیت خالی قابل توجهی داره. ولی اتهام زنی آمریکا به ایران به این معنی که احتمال لغو موقتی اون تحریم‌ها خیلی کمه. در نتیجه تأثیر این کاهش ظرفیت عربستان شدیدتر میشه. همه منتظرند ببینند دوشنبه صبح که بازار نفت باز می شود قیمت چقدر بالا می رود. بهرنگ تاجدین، BBC. واکنش ها به حمله به پالایشگاه نفت در عربستان ادامه دارد. ملک سلمان پادشاه عربستان گفته که کشورش قادر است با تهاجم تروریست ها مقابله کند و در حال مهار پیامدهای این حمله است.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هم گفته که این پادشاهی قادر است با تروریست ها مقابله کند و همین کار را هم خواهد کرد. امارات متحده عربی گفته منتظر است که تحقیقات عربستان سعودی به نتیجه برسد. سعد حریری نخست وزیر لبنان هم حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان را محکوم کرده و با عربستان سعودی ابراز همبستگی کرده. او گفته که این حمله ها تهدیدها در منطقه را به شکل خطرناکی گسترش میدهد و به درگیری های بیشتر در منطقه دامن میزند. فرانسه هم در پی به حمله به تأسیسات نفتی عربستان را شدیداً محکوم کرده و با عربستان سعودی ابراز همبستگی کرده. فرانسه همچنین گفته که این کارها تنش را در منطقه بالا میبرد و به درگیری بیشتر دامن میزند و باید متوقف شود. در همین حال عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق هم این موضوع را رد کرده که از خاک این کشور برای حمله به عربستان استفاده شده. موضوعی که از دیروز به شکلی گسترده در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود. افشین شاهی استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا از لیدز با ماست. آقای افشین، شما چطور می‌بینید این مسائل دیروز و امروز رو و فشار بیشتری که حالا روی ایران هست؟ در وهله اول چیزی که بسیار محسوس هست و مهم هست، ما می‌بینیم که بعد از 5 سال بن‌بست در کارزار یمن، ما به مرور زمان شاهد تغییرات میدانی بسیار جدی هستیم. در بعد سخت افزاری اون حتی ما شاهد در واقع تغییر موازنه قدرت، بالانس قدرت در این نبرد بین عربستان سعودی و متحدینش و حوثی ها هستیم. اگر که به ادعای حوثی ها اونها موفق شده باشند که 10 پهپاد رو از مناطق تحت کنترل خودشون در یمن 900 کیلومتر در واقع به حرکت در بیارن و یکی از مهمترین تأسیسات نفتی جهان رو هدف قرار بدن که عملا 5% از تولید کل نفت جهان رو امروز تحت شعاع قرار داده، این به مفهوم واقعی کلمه یک نقطه عطف در این جنگ 5 ساله هست و همینطور که در ساعت‌های گذشته هویدا شد، این میتونه تأثیرات بسیار جدی و واضحی روی مناسبات ایران، ایالات متحده و متحدینش در منطقه داشته باشه. دقیقاً بعد از چند ساعت از این اقدامات حوثی‌ها، یکی از سناتورهای ایالات متحده از دونالد ترامپ خواست که تأسیسات نفتی ایران رو مورد هدف قرار بده و بعد از اون یکی از فرماندهان سپاه هم ایالات متحده رو تهدید به یک جنگ تمام عیار کرد. لحن سیاستمداران چه در ایالات متحده و چه در ایران تندتر شده و با در نظر گرفتن اهمیت این تأسیسات نفتی چه برای عربستان و چه جهان، ابعاد این در واقع مناقشه رو در منطقه شاید بیشتر از هر وقت دیگه در چند ماه گذشته پررنگتر و خطرناکتر کرده. به نظر شما ایران چقدر میتونه نقش داشته باشه در این حمله، با توجه به اینکه میدونیم خب همین فرمانده قبلی سپاه پاسداران گفته بود که ایران در یمن حضور مستشاری داره؟ میخوام ببینم که به نظر شما این نقش ایران تا چه حد و حوثی‌ها تا چه حد این امکانات و این توانایی این جور حملات رو دارن؟ به گمان من نقش ایران در یمن تعیین کننده نیست، اما بسیار مهم هست. همینطور که یکی از گزارش‌های اخیر سازمان ملل ثابت کرد، علی‌رغم تحریمات تسلیحاتی سازمان ملل، هموارد جمهوری اسلامی از ظرفیت‌های خودش استفاده کرده برای در واقع فرستادن تسلیحات و تجهیزات نظامی به یمن. و اگر که یمن و در واقع معذرت میخوام حوثی‌ها موفق شده باشن که دسترسی به همچین تجهیزاتی پیدا کنن که در واقع پهپادی که بتونه 900 کیلومتر پرواز بکنه بدون توقف، من فکر می‌کنم بدون شک ایران به عنوان یکی از حامیان بسیار مهم حوثی‌ها در اون نقش مستقیم یا حتی غیر مستقیم داشته و اگر که این ثابت بشه، به نظر من نقش ایران، حداقل نقش غیر مستقیمش در اون، غیر قابل انکار خواهد بود.
آقای شاهی، خیلی ممنون از شما. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد همینجا در بریتانیا. متشکرم. حسن منصور، اقتصاددان، استاد اقتصاد، کارشناس نفت و انرژی از مرکز لندن با ماست. آقای منصور، حدود 25% از صادرات نفت عربستان همین امروز کاهش پیدا کرده. این چقدر ضربه است برای بازار نفت؟ این بازار نفت نسبت به مقدار عرضه حساسیت داره، یعنی در شرایط قیمتی متفاوت. امروز ارزیابی من این است که هر 1% کاهش در عرضه نفت میتونه در حدود 4-5% قیمت رو بپرونه و بالا ببره. خب اگه اینجوره صحبت از 25% بکنیم، حالا فرض رو بر 25% بگذاریم، قیمت نفت فردا کجا خواهد رفت؟ نه، 25% صادرات عربستان سعودی منظور شماست. من 1% از مصرف کل جهانی را عرض میکنم. خب اگر از 104 میلیون بشک نفت 1 میلیون بشک کم بشه، یعنی تقریبا 1%، قیمت میتونه حدود 4-5% بالا بره. یعنی فردا باید منتظر باشیم که در مراحل اولیه قیمت از این 60 برای نفت اوپک یا نفت خاورمیانه حدود 60 به حدود 65-70 پرش بکنه، ولی بعد از اون بسته به این خواهد داشت که این توقف یا کاهش چقدر طول میکشه و این خسارت ها چقدر طول میشه که جبران بشود. طولانی تر بشه آثار درازمدتش رو باید تحمل کرد که جدی خواهد بود، ولی به نظر میاد که تمام نیروها بسیج بشه برای اینکه این قضیه رو تا جایی که ممکنه کوتاه مدت بکنن. ولی انبارها هم پر هست، انبار خود عربستان سعودی، انبارهای نفت اروپا، نفت خام آمریکا، اینها میتونن وارد بازار بشن و کمبود رو جبران کنن، نه؟ درست، کاملا درسته. ببینید این ذخیره هایی که از بحران انرژی به بعد در جهان پدید اومده، اینا ظرفیت حداکثر حدود 2-3 ماه مصرف رو دارن، بیش از اون نیست، ولی این برای تمام بحران ها کفایت میکنه. به این معنی که مثلا اگر کاهش نفت بر اثر حمله تروریستی یا بسته شدن تنگه هرمز متوقف بشه، در این صورت باز کردن این قضیه برای نیروهای نظامی جهان بیش از 1-2 هفته طول نمیکشه. به این ترتیب در اون مرحله این ذخایر وارد بازار میشن، ولی در این مراحل معمولا دست به این ذخایر نمیزنن. خود ذخایر عربستان که بنده کافی هست میتونه برای این ترمیم وارد کار بشود، ولی کشورهای دیگر هم هر کدوم میتونن بخشی از ذخایر خودشون آزاد بکنن. یه خود دراز مدت تر اگه نگاه کنیم، نگرانی الان لابد در بازار نفت اینه که خیلی خوب از این حمله هم که اگه بگذاریم، یعنی وقتی که خسارات جبران بشه بعدش چه؟ همین پالایشگاه عظیم عربستان سعودی دوباره میتونه آسیب پذیر باشه، دوباره میتونه بهش حمله بشه اینجوری که ما داریم میبینیم، و به نظر میرسه که عربستان در مقابل اینجور حمله ها آسیب پذیره. بله درسته. ببینید در قیمت گذاری نفت یکی از عواملی که همیشه مورد نظره اون پرایم امنیته، یعنی شما به هزینه نفت عنایت بفرمایید و قیمت فروش نفت رو در نظر بگیرید. در اینجا چندین پرایم وارد میشه، یکی از اینا پرایم امنیته. این پرایم امنیت بستگی به شرایط امنیتی منطقه و جهان فرق میکنه. وقتی چنین حمله ای صورت میگیره پرایم امنیتی بالا میره، یعنی این افزایش قیمت در واقع صرف پیشبینی ها و پیشگیری های نظامی خواهد شد. به این ترتیب این در قیمت ها جاسازی میشه و در نهایت روی مصرف کننده تحمیل میشه. یک سوال آخر خیلی سریع اگر ممکنه، فکر میکنید که وضع اقتصاد جهان چه تأثیری پیدا بکنه بعد از اینجور حمله و بالا رفتن انقدر قیمت نفت در جهان؟ این همینطور که عرض کردم بستگی به طول مدت داره. در کوتاه مدت فقط یه موجیست میاد و رد میشه. اینو ما در هفته آتی خواهیم دید که چقدر طولانی است و بازار نفت چه ارزیابی داره. برای که امروز تمام اطلاعاتی که داریم از حد گزارش‌های خبری فراتر نمیره. و اینکه گفتگوهای ضد و نقیض از سوی مقامات سیاسی دیپلماتیک جهان، ولی فردا پس فردا وقتی هفته بلد. به کار افتاد، اونجا خواهیم دید که ارزیابی‌های دقیق فنی در مورد این مسئله چقدره و اینکه چه پیش‌بینی‌هایی براش لازمه.
خیلی ممنون. منتظر شدید. سپاسگزارم. آقای منصور خیلی ممنون. حسن منصور اقتصاددان از همینجا در لندن با ما. متشکرم. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید در جریان سرنگون کردن پهپاد آمریکایی در خلیج فارس تقریبا 2.5 ماه پیش یک افسر جز آتش به اختیار عمل کرد. آقای حاجی‌زاده گفته که او خودش هم بعد از زدن آن پهپاد از ماجرا اطلاع پیدا کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اون زمان احتمال داده بود که این حادثه نتیجه یک اشتباه باشد. سقوط پهپاد آمریکایی تنش بین دو طرف رو بیشتر کرده. جزئیات بیشتر از فیروزه اکبریان. حرف‌های تازه فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از ماجرایی نه چندان تازه. کمتر از 3 ماه پیش ایران یک پهپاد آمریکا را سرنگون کرد. من بعد از اینکه شلیک شد، هواپیما سرنگون شد، مثلا بعدش من مطلع شدم. مثلا از قبلش اصلا اینجوری نبود که مثلا ما بیدار باشیم، آماده باشیم، دستور بدیم. نه، اون نیروهایی که در مرز هستن خودشون تصمیم میگیرن و عمل میکنن. تهران همواره گفته دلیل سرنگونی این پهپاد ورود به حریم هوایی ایران بوده. 4 بار اخطار دادیم که شما نزدیک شدید، وارد آبهای سرزمینی ما شدید. واشنگتن اما در مقابل گفته پهپاد وارد حریم هوایی ایران نشده. دونالد ترامپ در آن زمان گفت که آمریکا قرار بوده در پاسخ به 3 هدف در ایران حمله کند، اما به دلیل برآوردی از کشته شدگان احتمالی از این تصمیم منصرف شده. رئیس جمهوری آمریکا در این حال احتمال داده بود سقوط پهپاد نتیجه یک اشتباه فردی باشد. صحبت‌های تازه فرمانده نیروی هوافضای سپاه زمانی مطرح می‌شود که امیدها برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن بیشتر شده. رئیس جمهوری فرانسه چند وقتی است که با جدیت به دنبال میانجیگری است. او به تازگی پیشنهاد داده یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای پیش فروش نفت در اختیار تهران قرار بگیرد و در مقابل ایران اجرای تمام تعهداتش در برجام را از سر بگیرد. دونالد ترامپ موضوع کاهش تحریم‌ها در مقابل مذاکره با همتای ایرانیش را رد نکرده. به طور قطع منتفیه. هرچند که رهبر ایران به شدت مخالف گفتگوست و برکناری جان بولتون از مقام مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، یکی از چهره‌های اصلی مخالف ایران در کاخ سفید. بعضی برکناریش را چراغ سبزی به تهران تعبیر کردند. یه بچه اشتراکی بین ما آمریکایی است، چون نه اونا دنبال ایجاد جنگ، نه ما. فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگوید دو طرف دنبال درگیری نیستند. آن هم در اولین قسمت از برنامه‌ای تازه از شبکه افق. برنامه‌ای با تمرکز بیشتر بر مخاطبانی خارج از ایران. شاید بتوان حرف‌های او را به فال نیک گرفت. حالا که مقام‌های سپاه پاسداران می‌گویند سرنگون شدن پهپاد به دستور آنها نبوده، باید دید فضا برای حل اختلاف‌ها چقدر باز شده. فیروزه اکبریان، بی بی سی. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از شمال لندن با ماست. آقای علیزاده، آیا حرفای آقای حاجی‌زاده را باید به فال نیک گرفت؟ چه جوری باید تعبیر کرد؟ چه پیامی داره این صحبت ها؟ بله، ببینید، من وقتی پیام رو خوندم بلافاصله یاد صحبت های آقای ترامپ افتاده بودم. تقریبا همین مضمون حرف آقای حاجی‌زاده رو اون زمان زده بود. ترامپ سعی میکرد که بگه این اراده جدی کوشش نبوده، یکی از یگانهای نظامی ایران این پهپاد رو زده، از سر خطا بوده. ولی دیدیم بلافاصله در عرض چند ساعت سردار سلامی آمد گفت نخیر، اراده جدی داشتیم، از این بعد هم تکرار بشه خواهیم زد و صورت مسئله روشن شد برای همگان. الان این صحبت های آقای حاجی‌زاده خب همین میخواستم تناقض رو چجوری توضیح میدید؟ اون موقع گفتن که نخیر ما پیام آشکار داشتیم، همین کار رو خواستیم و کردیم، ولی حالا به نظر میرسه که اتفاقی این مسئله صورت گرفته. بله، صورت واقع این هستش که من تناقضی چندانی نمیبینم. در واقع به عبارت دیگر او داره ناظر به تحولات که در منطقه اتفاق افتاده. دیدید که آقای لینزی گراهام، یکی از سناتورهای ارشد
ایالات متحده در پی حمله ای که به حوثی ها به منابع نفتی عربستان کردن حرف بزرگی رو زده، گفته که بایستی به مراکز ایران حمله بشود. ببینید در چنین فضایی که اینجور اظهار نظرها می شود، یا در جاهایی که اسرائیل هم رأسا گفته که ما می توانیم اقدام بکنیم برای دفاع از خودمون، یا اخیرا خبر دیگری که آمده مبنی بر اینکه آقای ترامپ با نتانیاهو صحبت کرده، مبنی بر اینکه یک ائتلاف نظامی مشترک رو در انجام بدن که اگر اسرائیل وارد جنگ بشود آمریکا هم بلافاصله پشت سرش وارد جنگ بشود. اگر این پیام ها رو دریافت بکنیم، معنایی که مستفاد می شود نزد من از صحبت های آقای حاجی ساده این هست که ما برای دفاع از مرزهای خودمون اصلا لازم نیستش که فرماندهی کل بخواهد در مورد به مورد نظری رو بدهد که اقدام انجام. نه خیر، این موضوع موکول شده به یگانهای آتشبار ایران که در موقعیت خودش هر کسی تشخیص داد عمل بکنه. با این بیان در واقع او داره از زبانی استفاده میکنه که شرایط بسیار شکننده است در منطقه، ما جدی هستیم در دفاع از این اقدامات خودمون، طبیعتا میخواد بگه که طرف آمریکایی میبایستی پاپس بکشه. من اینطور استفاده میکنم. خیلی ممنون. این سوال رو میخواستم بکنم خیلی خلاصه لطفا. دیدم که تو شبکه های اجتماعی گفته شده که شاید این حمله دیروز به توصیه تندروها در ایران صورت گرفته، که شاید از نوعی ملاقات بین ایران و آمریکا در نیویورک در سازمان ملل در هفته های آینده جلوگیری بشه. همچین چیزیه به نظر شما؟ ببینید در کلیت من این رو میتونم بپذیرم که اختلاف نظرهایی در جناح‌های حاکمیت همیشه وجود داشته، تندرو و نمیدونم ملایم و این چیزا وجود داشته، اما در این خصوص من شواهدی حتی نمیبینم که دولت آقای روحانی مثلا یا آقای ظریف یا مثلا ارکان دیگری که اعتقاد به تعامل سازنده داشته اونها هم بیان بگن که نه حوثی‌ها کار اشتباهی کردن یا ما حمایت از حوثی‌ها نمی‌کنیم. اون بحث حمایت مستشاری اقلا در این حد ایران اعتراف کرده که حمایت مستشاری داره، هنوز به قوت خودش باقی است. من فکر میکنم که بحث حمله حوثی‌ها که انگشت اشاره هم به طرف ایران گرفته شده یک اراده کلیت نظام هستش و فرقی بین اجزای حاکمیت نیستش. خیلی ممنون آقای علیزاده. حسین علیزاده دیپلمات پیشین همینجا از لندن. یک کارشناس برجسته چینی در امور بازیافت به بی بی سی گفته دولت چین باید درباره سیاست جدیدش درباره افزایش شدید مقدار زباله‌هایی که می‌سوزاند تجدید نظر کند. چین قصد دارد در بعضی از مناطق حدود 80% زباله‌های خانگی را بسوزاند و از انرژی آن برای تولید برق استفاده کند. گزارشی را از رابین برنت ببینیم از بزرگترین شهر چین، شانگهای. Lunch is done at Chun Wei's place. در خانه چانگ وی وقت نهار به پایان رسید و حالا نوبت تفکیک بزرگ است. Now comes the big sort. خب فکر کنم اینجا پلاستیک هاست، این هم صدف ها، اما استخونا رو نریختیم. آره چون خیلی بزرگ و سختن. همه اینها حالا باید در یکی از دسته های جدید زباله قرار بگیرن که تعیین میکند 24 میلیون نفر ساکن شانگهای چه چیزی را دور بریزن. فکر نمی کنی شانگهای همین الانش هم مشکل آلودگی هوا داره و آشغال سوزوندن راه حلش نیست؟ به همین خاطره که ما تفکیک زباله میکنیم. اگه همه رو با هم بسوزونیم هوا رو آلوده میکنه. Shanghai's problem is particularly acute. A local Communist Party مشکل زباله در این منطقه به طور خاص حاد است. یکی از مقام‌های محلی حزب کمونیست با ما درباره معضلی حرف زد که به محاصره زباله معروف است. اصرار دولت محلی شانگهای بر تفکیک زباله در خانه‌ها دو دلیل داره. یکی اینکه توجهشون رو به مصرف کمتر بیشتر کنه و دیگه اینکه چیزهای غیر قابل بازیافت رو کمتر دور بریزند. اما یک چیز هست که چین قصد داره بیشتر ازش استفاده کنه و اون هم اینه. اینجا بزرگترین زباله سوز جهانه. نیروگاه لاوگانگ از سوزاندن این کوه زباله که مردم تولید کردن برق تولید میکند. این آینده چین است. دست کم دولت اینطور میگوید، اما تولید گازهای سمی یک نگرانی قدیمی است.
راستش استاندارد تولید گازهای گلخانه‌ای در چین اغلب از آمریکا و اروپا پیروی میکنه و فرقی بینشون نیست. در عمل اما ممکنه اونقدر سختگیرانه اجرا نشه و امکان تخلف وجود داره. و به گفته او سوزاندن زباله بیشتر راهش نیست. در نهایت زباله‌های تر تبدیل به مواد عالی میشن، اما زباله‌های خشک سوزونده میشن. هرچند که من معتقدم نباید زباله خشک رو بسوزونه و باید ازشون استفاده کنیم، اما خب وقت میبره. زمان برای ساکنان اطراف بزرگترین زباله سوز جهان متاعی گرانبهاست. چند کیلومتر آن طرفتر چند مرد محلی پیشمان آمدند. نمیتونم زیاد شکایت کنم. اگر این چیزها رو بهتون بگیم کارمون رو از دست میدیم یا میفتیم زندان. آنها میگفتند که آمار مربوط به سرطان در این منطقه بالاست و نکته جالبتر آنکه افسر پلیس بودند در حین انجام وظیفه. همین که راضی به صحبت کردن با ما شدن نشان میدهد که نبرد چین با آلودگی تا چه حد جدی است. Robin Brandt, BBC News, on the outskirts of Shanghai. صلیب سرخ اعلام کرده که فعالیتش را در افغانستان از سر می گیرد. این سازمان گفته بعد از گفتگو با نمایندگان طالبان در دوحه از آنها ضمانت‌های امنیتی گرفته. گروه طالبان نزدیک به 6 ماه پیش فعالیت صلیب سرخ را در مناطق تحت کنترلش ممنوع کرده بود. نجیب پیکان امداد رسان از شهر مزار شریف در شمال افغانستان با ماست. آقای پیکان، برگشت به کار صلیب سرخ برای افغانستان مهمه. سلام به شما. صلیب سرخ یک نهاد بین المللی است، نهاد خیریه است و نهاد است که همیشه امداد رسان بوده. بنان بر افغانستان که جنگ زده است، افغانستان که عملا درگیر جنگ است، فعالیت هایش در حقیقت ها و حیات است و میتونه به عنوان یک اکسیژن در شرایط فعلی که از هر طرف جنگ به در افغانستان قلمداد شود. چرا طالبان جلوگیری کرده بودند از کار صلیب سرخ؟ طالبان یک ساختار کلا تروریستی است و بعید نیست که اونا به هیچ وجه علاقمند فعالیت هایی که بر بشریت کار کنند نیستند. ولی وقت فشارهای جنگی بالای خودشون بیشتر آمد، وقت پالیسی های جهانی تغییر خورد و توافقات با آمریکا به تعلیق رفت، در حقیقت که جواد جنگ داختر ساخت و تنها صلیب سرخ میتونه که امداد رسان خوبی بر تمام مردم باشه. برای اسد من فکر میکنم که خود از این نشان میده که طالبا انتظار داختن جواد جنگ دارن، انتظار عملات بیشتر از نیروهای امنیتی افغانستان دارن. برای اساس اینا پیام دادن و شراک صد نشان دادن تا دوباره فعالیت های صلیب سرخ اثر گرفته شود. و جز از این دلیل دیگه که بتونه بیان کنه که طالبا حسنیت دارن بر انسانیت و بر بشریت، من فکر میکنم بسیار خوش باورانه خواهد بود. برای مردم عادی پیامدهای برگشت صلیب سرخ چیه؟ مردم عادی افغانستان همیشه صلیب سرخ به عنوان فرشته های خوب نجات در روزهای بد خود دیدن. اینا امداد رسان های بسیار خوب بودن و مردم افغانستان واقعا از اینا خوش هستند. در روزهای بد بدرشان خورده، در قسمت تداوی، در قسمت فعال ساختن بیمارستان ها و این حرکات است که واقعا مردم به دید مثبت میبینه و استقبال میکنه و احکام خوش بود که حداقل در مناطقی که در اونجا طالب هم حضور داره و نفوذ داره، صلیب سرخ میتونه برای به مردم ملکی کمک کنه و بتونه مردم در حقیقت برشان امداد رسانی کنه. مردم کاملا استقبال خوب میکنن و پیام خوبی است بر مردم افغانستان. متشکرم آقای پیکان. نجیب پیکان امداد رسان از مزار شریف با ما بود. متشکرم. به پایان این بخش خبری میرسیم. تا دقایق دیگر با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.